به حد دروغ در جامعه ما شایع شده که گپای راست راستی کس باور نمیکنه. نه در حدیث از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه، میگه یا رسول الله آیا ممکن است یک نفر مسلمان باشه و زنا بکنه؟ از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بله. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه که یا رسول الله آیا ممکن است یک نفر مؤمن باشه و دزدی هم بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بله. جالب است از پیامبر وقتی پرسیده میشه که آیا ممکن است یک نفر مؤمن باشه و دروغ بگه، پیامبر میگه نه. دقت کردین؟ یعنی این قدر تهدید خطرناک میگن. غالبا گناه دروغ یک گناه بسیار بزرگ و از جمله بدترین گناهان کبیره هست، اما در جامعه ما به اونمو اندازه از شدتی که باید در مورد دروغ مردم بفهمه رقم نیست. حالا مثلا زنا را مردم یک گناه کبیره میدونن و خیلی موارد ازش خوش میکنن دوری بکنن، اما رقم دوزی کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ممکن است مؤمن این دو کار را بکنه، اما وقتی ازش پرسیده میشه که دروغ میگه، پیامبر میگه نه دروغ نمی. حالا شما فکر بکنین یک نفر تا که مجبور نشه شاید راست نگه، به حد دروغ در بین مردم شایع شده که تا که مجبور نشه از راست خود استفاده نمیکنه. دلیل گپش هم همیست، خیلی ها را که بگی که مثلا دادم نفر دروغ بگه امی گپ میگن، میگه که کس باور نمیکنه. یعنی معنی گپ میفهمین؟ به حد دروغ در جامعه ما شایع شده که گپای راست راستی کس باور نمیکنه. خب اما این دلیل برابر از این نمیشه که ما دروغ بگیم. دقت کنین، در این حالت هم این دلیل برابر از این نمیشه که خب بگیم حال کس قبول کرد یا نکرد. ما مکلف به چیستیم؟ ما مکلف به راستگویی هستیم. و موارد با وجود همه قدر مصیبت ها هم امی درست است که دلیل کثرت دروغ در جامعه ما شما و عدم اعتماد همیست که مردم دروغ زیاد گفته، اما انسان حتی اقل در مورد خودش میتونه این قاعده را بشکنه. این قاعده ای که در جامعه هست مردم به دروغ باور نمیکنن، آدم خود آدم میتونه را بشکنه. آدم همیشه راست بگه، باز وقتی یک نفر اگر آدم رازگوی گاهی وقتا اگر دروغ هم بگه باز مردم دروغش باور نمیکنه، میگه چون بسیار چیز صادق است. پس انسان این صفت انسان از خود باید دور بکنه، با وجود از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان و دروغ را یک جا ذکر نکرده و در اینجا هم از جمله بارزترین صفات منافقین گفته شده.